کمیسیون موظف در مورد معضل کوچی ها انتقاد کرده و گفته است که در 3 سال گذشته هیچ کاری را در این زمینه انجام نداده است. استاد خلیلی در کنفرانس خبری در کابل تأکید کرد با وجودی که حل دائمی معضل کوچی ها مسئولیت این کمیسیون بوده، اما با گذشت 3 سال از ایجاد آن هنوز هم این مسئله فاجعه می آفریند. استاد محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور تکرار فاجعه بهسود را دردناک خواند. استاد محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور در یک نشست خبری شرکت کرده و تکرار فاجعه بهسود را دردناک خواند. معاون رئیس جمهور از بی‌تفاوتی کمیسیون موظف در این زمینه نیز انتقاد کرده و گفته است که در 3 سال گذشته هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است. استاد خلیلی تاکید کرد با وجودی که حل دائمی معضل کوچه‌ها مسئولیت این بوده است، اما با گذشت 3 سال از ایجاد آن هنوز هم این مسئله فاجعه می‌آفریند. ما آرزو داشتیم که با فرمانی که جناب رئیس پیرارسال داد در راستای قانون اساسی و مردم کوچی هم جدن طرفداری قضیه بود، یعنی اسکان کوچی در راستای قانون اساسی و کمیسیونی که ترتیب داده شد از طرف جلالت نائب رئیس جمهور، آرزوی کوچی ها و مردم دی بود که ای واقعه به پایان رسیده دیگه شاهد فاجعه و واقعی دردناک نخواهد بود. ولی متاسفانه در طول 2-3 سالی که از عمری کمیسیون میگذره، نه مردم کوچی از کار کمیسیون راضی هستند، نه مردم ده. آقای خلیلی میگوید که نیروهای امنیتی در این زمینه ضعف داشته و هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از کشتن مردم و آتش زدن منازل نکردند. معاون رئیس جمهور این مسئله را نیز مطرح کرد که کوچه حق زندگی آبرومندانه را دارند، اما مسئله ای که بحران آفریده مربوط به آنان نبوده و دستهای دیگری در این قضیه دخیل است. واضح میگم که باید این واقع جدی رسیدگی شد. به هیچ وجه برای اداره افغانستان ایزی بینده نیست که خون دو مردم به نام دی و به نام کوچی ریخته شد یا خانه های مردم دی به آتش کشیده شد. کوچی در کوه رمیش باید بچرد، اما وقتی که خودش در دی وارد میشه به آتش کشیده میشه، پیداست که قضیه کوچی نیست، قضیه دیگه است. بحث کوچی بحث علفچر است. حق یا غیر حق بین مردم دی و کوچی یک بحث جداگانه است که دولت دی رسیده است. اما در خود دیهات، خانه ها، دکان ها، بازار چرا با آتش کشیده شد؟ خود از این دلیل روشن است که دست های پنهان و آشکار است که در این مقطع ببینید چه در مقطع حساسی کار آغاز میشه. استاد خلیلی تأکید کرد که مسائل امنیتی بهسود ارتباطی به قوم خاصی ندارد و بلکه دستهای پنهانی وجود دارد که در صدد از بین بردن وحدت اقوام در افغانستان هستند. استاد خلیلی میگوید امروز در یک نشستی که با مقامهای وزارت امور داخله داشته، تصمیم گرفته شده که نیروهای امنیتی در منطقه جابجا شود. استاد خلیلی برای برقراری امنیت در بهسود در نشستی با مقامهای دولتی پیشنهادات مشخصی را ارائه کرده است. وزیر صاحب داخله بیشتر پیش ما آمد، از روز جلسه من خدمت شما آمدم و جدی هستیم که مسئله را جلوگیری کنیم و از این بیشتر به هیچ وجه واقع پیش عمق پیدا نکنم. دو این که سریع منطقایی که مردم آواره شد تخلیه شد و باید مردم آواره برگرده به منطقیشان، به زندگیشان. سه، خساراتی که به وجود آمده باید از طرف دولت جبران شود و رسیدگی شود و سعی شود که آرامش در اون منطقه که آرام بوده حاکم شود. معاون رئیس جمهور بر جلوگیری از گسترش فاجعه تاکید کرده و گفته که نیروهای امنیتی امروز به دلیل خرابی هوا نتوانسته به منطقه اعزام شود. قرار است فردا آقای خلیلی همراه با وزرای دفاع و امور داخله از مناطق آسیب دیده بازدید کند. معاون رئیس جمهور هشدار داده است در صورتی که به این قضیه به صورت جدی برخورد نشود، ممکن است پیامدهای منفی را در پی داشته باشد که سراسر کشور از آن متاثر شود.
آقای خلیلی میگوید که دولت باید از متوارد شدن روستاییان جلوگیری کرده و خسارات وارد شده به مناطق را جبران کند. خبرهای خارجی را همکارم جواد سروش تقدیمتان میکند. تشکر خانم احمدی. سلام. پس از گفتگوهای فشرده سرانجام ایران پذیرفته است تا یورانیم خود را برای مبادله با سوخت هسته‌ای به ترکیه بفرستد. این توافق در حال حاصل می شود که شورای امنیت قطعنامه جدید علیه ایران را در دست بررسی دارد. تا کنون کشورهای غربی به این توافق واکنش نشان ندادند، اما به نظر می رسد که منتظر عملی شدن آن از سوی تهرانند. این توافق در مذاکرات سه جانبه رؤسای جمهور ایران و برزیل و نخست وزیر ترکیه حاصل شده است. سرانجام تهران کوتاه آمد. اقدام گرفتن این تصمیم بود که اردوغان را اواخر روز گذشته به تهران کشاند. پیشتر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با وجود پیشنهاد ایران برای شرکت در گفتگوهای سه جانبه سفر خود را غیر محتمل خوانده بود. به نظر می رسد پس از آن که روز گذشته احمد داوود اوغلو وزیر خارجه آقای اردوغان اعلام کرد گفتگوهای فشرده 18 ساعته به توافقی در زمینه مبادله سوخت هسته‌ای حاصل شده، نخست وزیر ترکیه عازم تهران شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که ترکیه، برزیل و ایران بر سر مبادله سوخت هسته‌ای به توافق رسیدند. در این گفتگوها توافق شده که ترکیه محل مبادله سوخت هسته‌ای ایران باشد. خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش کرده‌اند که وزرای خارجه ایران، ترکیه و برزیل پذیرفته‌اند که برخورداری از فناوری سوخت هسته‌ای حق هر کشوری است که پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای را امضا کرده است. That we have the opportunity now to begin a forward-looking process. ما حالا فرصت این را به دست آوردیم که یک روند مفید و هماهنگ را آغاز کرده و مخالفت‌ها را از میان برداشته و همکاری‌های هرچی بیشتر با دیگر کشورها را آغاز کنیم. احمد داوود اوغلو هم پذیرفته یورانیم ایران تا زمان مبادله امانت مردم ایران در خاک ترکیه است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که کشورش به غنی‌سازی یورانیم به میزان 20% ادامه می‌دهد. طرحی را که اکنون ایران آن را پذیرفته در ماه اکتبر سال گذشته از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پیشنهاد شده بود. بر اساس این طرح حدود 70% یورانیم ایران به خارج فرستاده می شد و در برابر آن سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتی تهران در اختیار این کشور قرار می گرفت.